بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست و 14 ماه خرداد 1414 و 4 ماه جون یا جون 2021. بگید که چه حال، چه خبر، کجا هستید، چه میکنید. هوا اینجا به شدت گرم شده، یعنی اصلا مثل اینکه بهار نیست، از زمستون یه دفعه اومدیم توی تابستون. اجازه بدید این اطلاعات رو هم ما اینجا روشن کنیم، برای شما چرخشی بزنه از افکت دو و تاریخ و تقویم و کجا هستیم، و حمایت کنید و آدرس ایمیل و شماره تلفن رو، و این از همه مهمتر اگر روی یوتیوب میبینید لطفاً همین الان سابسکرایب کنید. دیگه سابسکرایب رو همه میدونن، یعنی مشترک شوید. این آبونه و اینها، آبونه فکر کنم موقعی که یه هزینه داشته باشه، یه خرجی داشته باشه. خب دوستان، موضوعات ایران خیلی زیاده. یه دفعه گفتم که خوشبختانه یا بدبختانه ما در کشوری هستیم که هر روز یه بلایی، یه مکافاتی از راه میرسه. کشتی و نمیدونم ناو ایران غرق میشه، آتش سوزی میشه در پالایشگاه، آتش سوزی میشه در جای دیگه. اینها رو براتون میخونم، ولی اجازه بدین با یک خبر نسبتا خوبی شروع کنم. من 2-3 روز پیش بود که یک ویدیویی به دستم رسید از آقایی به نام شاهین غلامرضایی از هامبورگ آلمان. خیلی به دل من نشست، چون خیلی خودمونی. اگه نگاه کنید من اینجا یه جایی نوشتم برنامه سوربی یک گپ خودمونی هست و همه میتونن اینجا برنامه داشته باشن. برای ایشون نوشتم که کارت خیلی قشنگه ولی 2-3 تا اشکال داره. فوری تماس گرفت و گفت اشکالام چیه. گفتم اینو 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 اینا. گفت میدونم، رفعشون میکنم. بعد معلوم شد که ایشون هم بیننده برنامه های ما بوده، هم فامیل یکی از دوستای ما هست، چند تا از دوستای ما. و بهش گفتم دیگه شد نور الان نور. امروز اگه وقت کنم آخر برنامه حدود 18-17 دقیقه یه فیلمی رو فرستاده، اونو پخش میکنم. اگه نکنم روی فیسبوک براتون لینکشو میذارم، حتما ببینید، نظرتون رو بگید. و خیلی جالب، داستانهای آقا شاهین خیلی خودمونی، خیلی ریلکس میره میشینه تو پارک، فیلم میگیره، عکس میگیره، صحبت میکنه. بعد جالب اینه که یه چیزایی رو هم در ذهن به من و شما یاد میده. اونجایی من از این شخص خوشم اومد که گفت ایرانی ها معمولا به کسی چیزی یاد نمیدن، وقتی هم میخوان چیزی یاد بدن جیگر طرف رو خون میکنن، انقدر دلهوره و وحشت بهش میدن که اصلا پشیمون بشه که چه شکری خورده که بیاد یاد بگیره. بعد ویدیوی بعدش که دیدم، دیدم راجع به پیانو هم که صحبت میکنه، باز من با ایشون یه وجه مشترکی دارم. البته بنده در پیانو نه، در تار. ما هم مثل ایشون رفتیم سراغ چند تا از استادایی که اینجا هستن، آقای کاظم داوودیان، آقای محمد رضا لطفی که فوت شده، و بعدم آقای نادر مجد. و این دوستان اشتباهی که انجام میدن، من فکر میکردم حالا به سن و سال من این اشتباهه. نگو که این آقای شاهین خانم وقتی 4-5 سالش بوده، باز اونا هم تو ایران همین اشتباهو براش انجام دادن و نشستن کلاسیک هی دو 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 ره 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 ره، بیچاره رو اصلا پشیمون کردن از یاد گرفتن. و خیلی قشنگ میگه که بعدن یه معلمی آمد و بعد 4-5 سال یه معلمی آمد و گفت که اینجوری من یادم میاد آقایی هست به نام کامرانی اینجا. ایشون یه دفعه اومد اون منزل قدیمی ما و گفت سر بیشتنیدم تار میزنی یا اینها. گفتم که آره یه چیزی میزدیم ولی ولش کردیم. گفت چرا؟ گفتم آقا تو این سن و سال برای ما مشکله. خلاصه رفتیم نشستیم و گفت بیا من یه چیزی یادت بدم. همون موقع این بابا کرمو هم با پیانو زد، لای 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 لای، هم به من گفت تار تو ورد بیا. تاره رو آوردم، گفت اینجوری بزن. گفت نه نوت میخواد نه چیزی، مخصوصا موسیقی ایرانی. دیدم اینجا هم من با این شاهین وجه مشترک دارم. آقایون استادا، خانم استادای موسیقی و اینها،
یه کاری نکنید شاگرداتون، هنرآموزاتون فراری بشن، یه کاری بکنید اونها جلب بشن، جذب بشن. و ما با این نیم ساعتی که آقای کامرانی به ما این بابا کرم رو یاد داد بهتر یاد گرفتیم تا چندین ساعت. خدا میدونه هم چند پول داده بودیم، ساعت 40 دلار خیلی گرون بود اون موقع، و هم چندین ساعت برو اعصابت خرد کن، بعدم بیا مشق بنویس، تمرین کن، اعصاب اونایی هم که تو خونه هستن خرد کنن. در هر صورت شاهین جان کارت خیلی قشنگه، همین جوری ادامه بده. یه وقت مثل من اشتباه نکنی بیفتی تو دام سیاست و مزخرفاتی که دوستان میان تو برنامه ها بهت میگن. شما آقا هدفت اینه، یه چیزی رو دوست داری بیای بگی، و داستانات هم خیلی قشنگه. این طنزی که شروع کردی یا اون ویدیویی که شروع کردی، داری راه میری یه دفعه زلزله میاد زمین دهن باز میکنه نمیدونم اینا رو، خب خیلی ساده خیلی روون یاد آدم میدی. من به نوبه خودم از شما ممنونم. خیلی هم از این ور معلم خوبیه، از اون ور شاگرد خوبی هم هست. تا یه چیزی از من میپرسه بهش میگم، یه ساعت دیگه رفته هومورکش رو انجام داده و اومده و از خود من بهتر انجام میده. در صورت خیلی قشنگ میگن و همچنین بینندگانتون. آهان سلام میکنه آقای اردشیر شیخی به من و به شما بینندگان، و برای هممون آرزوی روزگاری خوش داره. آقای شیخی این برنامه های ما رو با دوستات شیر میکنی؟ یا تو ببخشید میگم تو، یا شما هم میگی من میترسم بهت حمله میکنن. خب اگه میترسی یعنی اونا باور و چیزایی رو که شما دوست داری دوست ندارن، بهتر باشون دوست نباشی. در هر صورت دوستان بحث عوض نکنیم. آقای شاهین غلامرضایی از هامبورگ آلمان و داستانهای آقا شاهین از این بهتر باز یه قدم جلو رفته، کتاب خونی رو میخواد به من و شما یاد بده، یا کتاب خانی. و کتاب خانی این روزا تبدیل شده به کتاب های گویا. امیدوارم شاهد این کار رو انجام بده. و من آقا یکی از اونایی هم که سابسکرایب هم کردم، این کار رو انجام میدم. دوستان شما هم، من تکبینی میکنم راست و حسینی، خب نکن این کار آقا، اقلن به زحمت ما ارج بنه، یا دوستان تو تک کن که بیان اونجا، یا اینکه شما میگی این اینقدر خوبه حسودیت میشه میخوای فقط برای خودت نگه داری. نکنید، یه کمی یاد بگیریم ما ایرانی ها این کارهای والانتیر، یه کمی یاد بگیریم مثل آمریکا. تو اروپا هم که من بودم، خب اولا خیلی با فرهنگ اونا به اصطلاح یاد نگرفتم، درست که زبان آلمانی رو یاد گرفتم، ولی نمیدونم، میدونستم اونجا چیزای سیاسی رو هر کسی تو خودش نگه میداره که به نظر من بدم نیست، ولی وقتی اومدیم آمریکا دیدیم با افتخار میگن. صحبت از سیاست شد، خبر خوب اینه که وبسایت که چه عرض کنم، بلاگ دونالد ترامپ بسته شد، آبروریزی بود، خودش هم فهمید بستش. امروز فیسبوک اعلام کرد تا 2 سال دیگه هم اینو توی تایم آوت نگه میداره، توی بازداشت، توی حصر خانگی، و نمیذاره از چیز استفاده کنه. و دونالد ترامپ و افرادی که طرفدار اون هستن، دیوانه هایی که از اون بدتر دیوانه تر هستن، همیشه مثال موتورسیکلت رو میزنم، میگم اونی که سوار میشه دیوونه است، اونی که پشت سرش میشینه از اونم دیوونه تره. این ترامپ خودش شارلاتان دیوونه است. اونایی که طرفدارش بودن دیگه واقعا آدم نمیدونه چی بگه. بگذاریم، این هنوز تو این فکره که آگست برگرده و اون جنرال احمقی که باید الان تو زندان باشه و این بخشیدش، اونم گفته بله اینجا رو میکنیم مثل میانمار. شما فکر کنید بزرگترین و بهترین کشور دنیا آمریکا رو اینا میخوان تبدیل کنن به میانمار. میانمار قبلا اسمش چی بود؟ برمه. مثل برمه که حکومت نظامی هست، الان دیگه خبرها هم حتی ازش نمیاد تو اینها بماند. و اما درباره والانتیر، یه دوستی، من به همه میگم دوست، یه آقایی به نام، فکر کنم ایشون هم اسمش شاهین باشه، دکتری هست، اجازه بدید من عکسش رو نشون بدم. آقای، بله، dear friend and family، من این عکس رو بتونم بیارم اینجا به شما هم نشون بدم. نمیدونم عکس ها رو که میذارم تو این دستگاهه چرا اینجوری میشه، ببینید کج میشه، و نمیدونم، در صورت براتون میخونمش، بذارید بیارم اینجوری نشونتون بدم
از یه طریق دیگه، اینجوری از طریق اسکرین کپچر. آقای شاهین خان، این پروگرامی که من دارم استفاده میکنم همین OBS، ولی برای میکسر آدیو و ویدیو و اسکرین کپچر و اینها از یه پروگرامی استفاده میکنم به نام وید بلاستر، که $1000 شما میتونی پروگرام رو بخری یا سالیانه اجاره بدی. ولی من چون نماینده پخششون در ویرجینیا بودم از 3 سال 4 سال بیشتر، 5-6 سال پیش، من اگه خواستی میتونم بهت تخفیف بدم. بعد حسن دیگهش اینه که از من اگه بخری، اگه مشکلی داشته باشی، میتونیم از طریق همون اسکایپ و فیسبوک و تیم ویور و اینها با هم صحبت کنیم. بیایم سراغ این آقایی که احتیاج به کمک من و شما داره. دوستان، مهم نیست که من و شما شغلمون چی باشه، مهم نیست مقاممون چی باشه، دانشمون چی باشه، چقدر پول بسازیم. مهم اینه که گاهی وقتا من و شما احتیاج به کمک دیگران داریم، گاهی وقتا دیگران احتیاج به کمک من و شما دارن. ما باید به کمک همدیگه بشتابیم، ریگاردلس، یعنی صرف نظر از اینکه طرف آمریکایی، ایرانی، مکزیکی، مسلمون، مسیحی، کلیمیه. ایشون نوشته که دوستان و آشنایان، همینطوری که خیلی از شماها میدونید، بهار گذشته تشخیص داده شد توسط ان هادگین لیمفوما که انفورچونتلی میگه دکترش بهشون گفته که یک مرضی رو دارن، یک بیماری دارن، و میگن که متاسفانه حالا دومیش هم به اصطلاح درست شده در بدن ایشون. ایشون 58 سالشه، برای این روزها خیلی جوونه. بعد میگه که For those of you who may have been forwarded this email, I'm 50. میگه برای اونایی که ممکنه این نوشته من رو فرستاده باشید این بر اون بر، من 58 سالمه. دوستان نگاه کنید، یه دکتر نورولوژیه، یعنی دکتر اعصاب فکر کنم، دکتر، من اتفاقا یادم اولین جراحی که تو آمریکا داشتم یه دکتری بود، دکتر کاسترو، اون همین دکتر نورولوژی بود و 4 ساعت اون مواظب بود که اینا که دارن گردن ما رو جراحی میکنن به اصطلاح عصبمون چاقو ماقوی نخوره و اینها. فوت شد رفت، ولی یه دفعه گفتم روانش شاد، این پتی گو آقا مگه کسی روان و دیوونه و اینهاست، باید بگی یادش گرامی. چشم، یادش گرامی باد. خلاصه این آقای دکتر از من و شما میخواد که بهش کمک کنیم، و کمک ما هم خیلی سادن. میریم یه جایی که برای فکر کنم بون مرو میگن دونیشن، بون مرو یعنی همون مغز استخوان، و میگن، ایشون میگه قالب دوستان من تحمل بعضی حرفای شما را نداره، خودم نیز با بعضی تعابیر و نقطه نظرات همراستا نیستم، اما آزادگی شما را دوست دارم و خوشایندم هست. اتفاقا آقای شیخی، منم شما رو به همین دلیل دوست دارم که با وجودی که میگی هوادار به اصطلاح نظام ایران هستی اینها، ولی میشینی پای این بحث مخالف. ما باید این تحمل و تفکر رو داشته باشیم که دیگران رو بتونیم بشنویم، بتونیم درباره گفته هاشون فکر کنیم، بتونیم تحقیق کنیم، و بعد بیایم اگر مخالف هستیم باهاشون مناظره کنیم. شما با دوستانت هم همین روش رو اجرا کن، برنامه ها رو شیر کن و همین رو بنویس من با نظر سربی موافق نیستم، ولی چون داره حرفی میزن. چطور شد اون کارت، کانت بود، دکارت بود، کی بود، گفت من جانم رو میدم که تویی که مخالفم هستی حرف بزنی. خب اونی که موافق شماست که الان همه بلنگوها رو داره، اگه شما بری یه بلنگو هم وصل کنی برای اون که کاری نکردی، یا به قول شیرازی ها هنونوی که نکردی، شق القمر که نکردی. تو اگر تونستی یه روز تو مسجدتون با اون پیش نمازتون با اون آقای اونجا با امام جمعتون بگی آقا شما چند سال داری حرف میزنی، یه روزم بذار یه مخالف بیاد اینجا حرف بزنه، اون وقت مخالفا رو میکشی تو مسجد. مخالفا نمیرن کوکتل مولوتوف درست کنن بیان بانک آتیش بزنن، مخالفا میبینن اونا هم میتونن مثل شما حرف بزنن. بعد مخالفه وقتی میاد میبینه خب تعداد شما زیادتره،
100 نفر هستین اون یه نفره، اگه میخواتم حرف بزنه باید تو صف وایسه. 100 نفر که حرف بزنن 100 تا 2 دقیقه میشه 200 دقیقه، بیشتر از 3 ساعت و 20 دقیقه. بعد اون میاد 2 دقیقه حرف میزنه. انصاف داشته باشی. این نداشتن انصافی که ما رو به این روز انداخته. در هر صورت من مثلا ممنونم که با ما هستین. من وقتی که این نوشته رو دیدم فوری رفتم به اصطلاح ثبت نام کنم که اگه کمکی از من برمیاد برای این آقا انجام بدم. و یه وبسایتی هست من اینجا باز بهتون نشون میدم. این وبسایت میگه که maybe the match، میگه که من ممکنه match باشم، من ممکنه جور بشم با این دوستی که احتیاج داره. بعد اونا برای من نوشته بودن که ما متشکریم از این که شما خواستید کمک کنید ولی شما نمیتونید، دلیلش سن منه. اینا بیشتر دنبال افراد 18 تا 30 و چند میگردن ولی میتونن، حالا اگه کم بود تا 45 هم برن، ولی دیگه آدم 65 ساله میگن این دیگه فایده ای نداره. در هر صورت من با این دکتر تماس گرفتم و قرار بود که ایشون اگر بتونه با دوستانش یه چیز فارسی تهیه کنه ما اون رو روی فیسبوک و اینها هم به اصطلاح بیشتر پخش کنیم، ناگفته نماند. دوستان همه میدونن ایرانی ها عادت نکردن کارهای والانتیر انجام بدن. ایرانی ها عادت کرده وقتی میاد یه کاری انجام میده به آقای شیخی بگی برو بابا تو حالید نیست که میری مجانی کار میکنی، تو حالید نیست میری تو جهاد سازندگی، من حالیمه. ببین تو هنوز موتورسیکلت سواری ولی من اومدم بنز خریدم. ما اینو تو مغزمون از روز اول فرو کردن و همینجوری اشتباه اومدیم بالا. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. امیدوارم این آقای دکتر که الان اسمش هم یادم نیست اگر بتونن اون چیزها رو تهیه کنن و بفرستن ما هم بتونیم اینجا به شما نشون بدیم و یک کمکی هر چقدر کوچیک و ناچیز انجام داده باشیم. حالا تا آقای اردشیر خان اینجاست ما فرصت رو غنیمت بدونیم یه چیز دیگه هم نشون بدیم. و این عکسیه که با زیرش یه شعری نوشتن، به اینا دو بیتی میگن دیگه، نه نوشتن در بستر دین شروع و فرجام یکیست، فرق است میان دانه ها، دام یکیست، مقصود همه سوار مردم شدن است، آخوند و مغ و کشیش و خاخام یکیست. این حالا هر کی گفته که اسمش هم ننوشته از ترسش بنده خدا، به نظر من درست میگه. همینایی که الان نمیدونن تاریخ نخوندن که آقا این آخوندا و اسلام و اینا تو ایرانن به خاطری که اون پادشاهان به دستور مغان اذیت میکردن به مردم، پولای زیادی به اصطلاح مالیات و تاراج و اینا میگرفتن، بعد طلاهای زیادی پسنداز کرده بودن و اینها، حتی حملاتی که از طرف اسکندر و دیگران به ایران شده به خاطر این ثروت زیادی بوده که اونجا بوده و مردم از دست مغان زرتشتی به ستو آمده بودن، که بعد اسلام که اومد گفت برابری مساوات، نمیدونم جامعه بی طبقه توحیدی که الان میبینیم بی طبقه توحیدی، آخونده میخواد بیاد بیرون 15 تا باید بادیگارد داشته باشه. آقا تو از چی میترسی؟ مگه به خدا باور نداری؟ مگه جون دست خدا نیست؟ مگه اگر حتی سربی دیوانه بخواد بیاد تو رو بزنه بکشه مگه این خواسته خدا نبوده؟ دروغ میگن. جامعه بی طبقه توحیدی کدوم جامعه بی طبقه توحیدی؟ شما اومدین اختلاف رو زیادتر کردین. یعنی یه سری از این جامعه متوسط رو فشار دادید رفتن پایین، یه سری کمش هم پریدن اومدن بالا، حالا اون وسط خالیه، اون پایین تا دلت بخواد، اون بالا هم که یکی یکی دارن دست میذارن رو شونه هم دیگه برن بالاتر و پدر خودشون و ملت رو در بیارن. خوندم نمیدونم حالا آقای زمانیان بود نوشته بود، یکیشون گفته که اگر بیام من میگم لیست آبان 98 کشته شدگان رو میگم، اگه بیام نمیدونم لیست دزدیا رو میگم. این اگه بیام و بگم و اینا رو دیگه مردم باور نمیکنن. از دوره احمدی نژاد که دست کرد تو جیب کاپشنش رو دست کردیم برور و کاغذها رو در آورد گفت لیستتون رو دارم و هیچ وقت هم هیچ خبری نشد، نه 8 سال خودش نه 8 سال بعدش، مردم دیگه باور نمیکنن. تازه گیرم که آقای رئیسی بیاد ب
بگه اینها به اصطلاح خلافکارن. آقای رئیسی شما یکی از اونایی بودی که باید میگرفتیشون. آقای لاریجانی شما یکی از اونایی بودی که باید میگرفتیشون. در صورت این مسئله شورای نگهبان و لیست تایید صلاحیت شده و اینا هنوز مسئله داغ و گرمیه، ببینیم به کجا میکشه. بله اینجا باز نوشتم شاهین غلامرضایی آموزش نرم افزار کین مستر یا کین مستر به آلمانیه، میگن که خطم زنگ خورد خیلی حرفاتون رو نشنیدم، اما چون ابتدا مرا خط کردید به عرض میرسونم. من از ابتدای انقلاب در حد خود صاحب نظر هستم و انتقادها را بیان میکنم، البته ابتدا هزینه زیادی میبرم. دستتون درد نکنه ماش. آها شاهین دوستان اینجا هست، خیلی خوشحالم که شما هم بیننده برنامه ما هستی. آقا جون این آقای اردشیر شیخی که فکر میکنه ایران کشور آزادی و هر کسی میتونه حرف بزنه، خودش میترسه به دوستاش بگی به کی گوش میده. ببینید با این دوستان اینجوری صحبت کنید، بگو آقا ایران آزاده؟ میگه بله. چرا شما داری از اینترنت فیسبوک حرام استفاده میکنی؟ یکی یکی همه اینایی که میخوان رئیس جمهور بشن الان اومدن رو کلاب هاوس. آقا کلاب هاوس آزاده؟ آقا توییتر آزاده؟ خب اگه نیست، اینم که مثل گوشت خوکه، الان که خودتون کباب میکنید میخورید خوبه، برای دیگران خوب نیست؟ اینا رو من تو کلاب هاوس هم که میرم میگم آقای شیخ فلانی شما چرا تو کلاب هاوسی؟ مگه این حرام نیست؟ مگه این به اصطلاح کار غیر قانونی نیست؟ چرا شما وی پی ان میخری میای؟ اینا رو شماها باید از این آشیخا بخواین. شمایی که بهشون باور داری بهش بگو آقا من چرا باید برم وی پی ان بگیرم؟ من چرا باید اینقدر پول بدم تا تازه کار خلاف کنم؟ برای که همه دنیا دارن استفاده میکنن اینترنت، شما هم اینترنت رو باز بذارید، اگه خوبه بعد من تصمیم میگیرم. چرا؟ برای که آقازاده ها وی پی ان میفروشن، آقازاده ها فیلتر شکن میفروشن، برای خودشون دکون درست کردن و شما هم دانسته یا نادانسته اجبارا افتادین توی دامشون. بازم ممنون و متشکرم. در رابطه با یه ویدیویی که میخواستم اینو نشون بدم، حالا ببینم این ویدیو توی این قسمت ها کار میکنه نه، عکس اینم پن میشه، من اینجا بهتون نشون میدم. اول که این ویدیو رو دیدم پیش خودم گفتن این آقا چرا با زیرپیرنی رکابی میگفتن تو ایران اینجوری اومده نشسته. من براش بنویسم که آقا خب یه پیرنی میپوشیدی اقلا، حالا اگه گرمت هم هست مثل ما پول ایرکاندیشن و اینا نداری، بذارید اینجا من براتون اینو درست کنم. نه قرار نشد تو بیای دیگه، حالا سب کن سلکت ایریا. بله اینجا این آقا رو بیاریم که با تو ایران به زیر پیرنی زیر پوش هم میگفتن، ولی زیر پوش رو برای خانم ها استفاده میکردن، زیر پیرنی برای آقایی. آها اینم باز من نمیدونم چرا داره پن نشونش میده. اینو من برگردونم بگم select area frame rate فلان aspect ratio اینو بذارم auto. آها این درست شد. خب بله نگاه کنید دوستان، آقا خیلی خوشحالم آقای شاهین فاتحی هم اینجاست. آقای فاتحی شما توی این کلاب هاوس و اینا هستید یا شما هم مثل من باور دارید که کلاب هاوس یه دیوان خانه جدیده و سعی میکنید خودتون رو دور نگه دارید؟ البته صبح تا شب میتونم بگم حداقل 50 نفر درخواست میفرستن. ببینید دوستان من این ویدیو رو براتون روشن میکنم، با دقت نگاه کنید، با دقت نگاه کنید. آها پیرن رکابی، زیر پیرن رکابی هم میگفتن، یه نوع دیگهش بود آقای اکبری، مثل تور ماهیگیری بود. من پسرم هم اسماعیل پروردین نژاد از اونا میپوشید، من بهش گفتم خب این چیه، این که زیر بغل نداره، اینجاهاش هم که سوراخ سوراخه، این برای چی میپوشی؟ میگو عادت کردیم. این آقا رو دوستان با دقت نگاه کنید، چهل روز پیش بود. تو این چهل روزه احساس میکردم
یه اتفاقایی توی قفسه سینم داره میفته، همش توی سینم خشک بود، یه سرفه های عجیب غریبی کردم. امشب متوجه شدم قفسه سینم تبدیل شده به آهن ربا. خیلی جالب برام این ریاکشن بعد از 40 روزه. همینجا نگاه کنید دوستان، این قاشقه نمیچسبه ولی میارتش اینور میچسبه. من فوری یادم افتاد که من چند سال پیش وقتی پامو جراحی کردم، یه چند روز برای که به اصطلاح رگ تو اینا اشکالی پیدا نکنه، یه جورابی به شما میدن میپوشی، مثل اینایی که واریس دارن، جوراب واریس. بعد خب این بالاش هی میاد پایین، اذیت میشی، یه چسبی بهت میدن، چسبه یه چیزی مثل ساچمه گرد، یه گلوله این بالاست، مثل این چیزایی که میزنن زیر بغل، دئودورانت و اینا، اینو داره که پشتش هم مثل چسب اوهو یا چسب رازی الان اسمشو گذاشتن، مثل که تو ایران پشتش هم یه مایه مثل آب شکر غلیظه. بعد شما اینو میزدی به پات، این جورابو که میآوردی اینجوری میکردی میچسبید. حالا شما نگاه کنید، من اولا برای آقا نوشتم که شما بعد از 40 روز حالا متوجه شدی. بعدم آدم چجوری راه میفته میره قاشق ور میداره میذاره اینجاش؟ واقعا چند بار شما تا حالا رفتی قاشق ورداری بذاری تو پیشونید بین آهن ربا شدی یا نه؟ حالا این آقا رفته یه قاشق ورشته اینجا دیده آهن ربا شده، 2 شب توی لندن نشسته چند تا قاشق، بعد یکیشم نمیچسبه ور میداره میذاره اینجاش میچسبه. چرا؟ برای که من فکر میکنم که اینشون همون چسبایی که من میگم که برای جوراب واریس هست یا یه چیز دیگه ای درست کرده، اصلی چیزی پاش زده اینجاش که رنگ نداشته باشه، بعد این قاشقوها رو زده. جالب اینه که دوست من از کانادا دیشب به من زنگ زده که آقای سوربی، من واکسن نزدم و نمیزنم، ولی شما این کار انجام بده. شما زدی؟ گفتم بله. فایزر زدی؟ گفتم بله. گفت شما بیا یه دونه سنجاق قفلی، یه دونه از این پیپر کلیپ وردار بزن به خودت، حالا ما هم با عزتون یه کم لخت بشیم، ما هم ببینیم اینو ما برمیداریم میزنیم اینجا. افتاد این یکیو میزنیم، افتاد ها؟ کو کجا رفت؟ رفت توی موها گیر کرد. اگرم گیر میکنه مال موه که اینجا هست، نه مال، ببینیم وای نمیشه اصلا، رفت دوباره پایین. اوکی؟ این به این سبکی. ولی چجوری اون به اون قاشق چیز میکنه؟ اینا دوستان یا آدمایی هستن که الان که این ماجرای واکسن و اون ماجراهای تئوری دسیسه، حالا خیلی خوشحالم که قبل از اینکه این آقای اکبری بره واکسن بزنه اینو ما پخش نکردیم. آقای اکبری میگه من از سوزن بدم میاد، میترسم، ولی مثل که بالاخره راضی شد رفت زد و اینها. و خیلی ممنون، آقای زمانیان هم از ایران هستن. آقای زمانیان، این دوستان که میگن ما میایم میگیم، کسی ازشون نمیپرسه چرا تا حالا نگفتی؟ شماها همتون مسئول بودین تو این 42 سال، چرا تا حالا نگفتین؟ هر کدومتون مسئول یه جایی بودین. در اصلت من فکر میکنم ایرانی ها آدم های خیلی خوبی هستن که بخشنده هستن، میذارن اینا دروغ بگن، به این سادگی هم از کنارشون بگذرن. اینم از این ماجرا. خب دکتر شاهین نوری بود اون آقایی که بهتون گفتم، دکتر شاهین نوری فکر کنم توی نیویورک هم هستن. بله، آقای شاهین فاتحی میگه کلاب هاوس یک مرکز شارلاتانی برای انواع شیطنت هاست. فیک بوک کلی پرونده فروش اطلاعات در آمریکا دارد. این اپلیکیشن هم مدتی بعد گندش در میاد و هیچ وقت هم رسیدگی نمیشه. این ایرانی ها هم شاکی خودشان هست، ایرانی ها هم شاکی هستن هم قاضی هستن. من فکر میکنم مخصوصا بعد از انتخابات اصلا این کلاب هاوس از بین بره، چون اولا یه دفعه اومد میدونی هر چیزی که سریعتر بره بالا سریعتر میاد پایین. یه دفعه خانم رفسنجانی میاد 8000 نفر 2-3 تا اتاق دیگه باز میکنن فلان، اینا فیسشون میخوابه، پنچر میشن بعد انتخابات. شما الان اتاقا رو نگاه کنی، همه اومدن رو 50-60، حرفی هم برای گفتن ندارن. امروز یه اتاقی رو نگاه کردم دیدم نوشته شما 85% صحبت کردی،
اینو آمریکایی‌ها برای کسایی که میخوان چونه بزنن مینویسن، مینویسه شما با چونه زدن 85% 90% وقت خودت و من تلف کردی، بهتره این 10% دیگر ورد نگه داری، پول بدی درباره جنسی که میخوای صحبت کنی بگذره. پس شما هم آقای فاتحی خیلی خوشحالم که توی این قسمت با من هم عقیده هستی. اول کلاب هاوس که اومد گفتن که اینجا قرار نیست شما فاتحی باشی، شما سربی باشی، شما نمیدونم آقای شهرام و همایون باشی، هر کسی میتونه حرف بزنه. ولی الان اینجوری نیست، شما میری اونجا 8000 نفر اونجا 8 تا آوردن بالا، دو تاش آخوند فلانیه، دو تاش مهندس فلانیه، آقای زیبا کلام هم که از این سوراخ به اون سوراخ. این آقای زیبا کلام دوستان برید نگاه کنید ببینید چگونه توی کشوری هم ساواک شاه میاد از شما دعوت میکنه با ما هم کاری کن، هم ساوامای ملاها میان ازش دعوت میکنه. حتما میگه این سوربی دیگه امروز هوا گرم شده دیوونه شده. آقا خودش میگه، خودش برید نگاه کنید تو صحبتاش، خودش گفت اینو برای اولین بار میگم، تو دوره شاه وقتی گرفته بودنش نامه گو خوردم و غلط کردم نوشته دادن بخشیدنش اومده بیرون و بعدم بهش شغل دادن، بعد شغل که بهش دادن اومدن سراغش گفتن حالا بیا با ما همکاری کن. این میگه من نکردم. جالب اینه که در رژیم آخوندی تا یکم اعتراض کرده رفتن اون نامه ها را آوردن گذاشتن جلوش. ببین این آخوندا دیگه چه شیطونایی هستن، گذاشتن گفتن ببین ما میدونیم تو با ساواک همکاری، یا اونا گفته نه من میخواستن نکردم، گفتم خواهر اونو ولش کن بی با ما همکاری کن. این میگه من با اونا همکاری نکردم. کسی که راجع به کوروش و خمینی و اینا حرف میزنه بعد میگه میخوام حرفامو پس بگیرم. خلاصه اوضاع خیلی خرابه، خیلی خرتوخره. یکی از این خرام منم، امیدوارم شما اون خرتوخر خر دومی نباشید، بذارید همینا باشه بماند. اینم ماجرای انتخابات، نزدیک شدن به انتخابات و جریاناتی که در ایران داره میگذره. یکی دیگه از مشکلاتی که مردم جهان دارن و به اصطلاح فقط من و شما ایران نیست اینه که ما دوست داریم خبرهایی رو که دوست داریم بشنویم. به همین خاطر خبرهای دروغ معروف تو آمریکا، زبان زدی دارن میگن خبر دروغ نصف کره زمین رو میچرخه، خبر راست و واقعیت هنوز داره تنبونش رو میکشه بالا. اینا اینجوری میگن by the time که تروت یا حقیقت میخواد شلوارش رو بکشه بالا بکنه پاش، خبر دروغ نصف کره زمین رو گشته. دقیقا همین ماجرا درباره ایران و ایرانی ها و اینا هم سب میکنه و ما معمولا دوست داریم خبرهای دروغ ولی خوشایند رو بشنویم و دوست نداریم حقایق تلخ رو گوش بدیم و احتمالا بریم تحقیق کنیم و باور کنیم. اینم از این. اون آقا دکترم آقای دکتر شاهین نوری بود، امیدوارم اگه یه فلایر چیزی درست میکنن برامون بیاد. همیشه لابد شما دیدین خیلی وقتا خود منم میگم باید از خودمون شروع کنیم. آقای احمدعلی مسعود انصاری میگه از خودمون باید شروع کنیم. همه میگن اگه پایه و شالوده که مردم هستن از خودشون شروع کنن خوب بشن، اون بالا اگه خرابم باشه دوتا آجرش میریزه. اینو قبول داری؟ یه نفر میگه نه من قبول ندارم. میگه خوب شدن و درست کار بودن مثل رنگ زدنه. شما هیچ اتاقی رو از پایین رنگ نمی کنید برید بالا، از بالا رنگ میزنید میان پایین. اینم یه حرفیه، نظر شما چیه؟ میگه خوب شدن و تمیز شدن و اینها مثل شستن پله ها هست. شما که نمیای از پایین پله ها رو بشوری، میری از بالا پله ها رو میشوری، کثیفی اون میاد پایین 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 همینجور تا بره پایین. نظرتون در این مورد چیه؟ که بعضی ها میگن بنیادی و شخص به شخص باید شروع کنیم، بعضی ها میگن نه آقا باید اون بالاها شسته بشن، اون بالاها رنگ بشن تا زیبایی و تمیزی برگرده به جامعه. اینم این معرفی کتاب و اینا توسط آقا شاهین. گفتم سعی میکنم توی یکی از برنامه ها با شاهین یه مصاحبه یه گپی خودمانی داشته باشم. امروز رو نخواستم به دلیل اینکه آقای فرزاد نیساری با ما هستن ساعت 3:30 و من یه اشتباهی که کردم، چون میخواستم 18 دقیقه برنامه آقای شاهین خان رو هم نشون بدم،
بهتر بود من با آقای نیساری ساعت 3 قرار میذاشتم، ولی چون 3:30 قرار گذاشتم اگه نشد ویدیوی آقای شاهین دوستمون رو به اصطلاح میذارم داخل برنامه ها پخش بشه. میدونی که در تلویزیون مردم چون ما سرمون خلوته مثل کله خودمون، یه برنامه که یه نفر داره چندین بار در روز پخش میشه، ضمن این که ما به هر کسی قول میدیم حداقل یک بار بازپخش بشه، ولی 2-3 بار بازپخش میشه. الان یه کنسرتی مال گوگوش هست، یکی از دوستان مبلغی رو داده که اینو پخش کنیم، گویا یه کم هم از این حالت به اصطلاح پالیتیک و اینها بیایم بیرون، شادی، زیبایی، رنگ، نور، اینا اونو پخش میکنیم. برنامه آقای ارشاد هست، برنامه خودم سوربی هست، برنامه کانون آوا هست، یه فیلمی پتیک فرستاده اون آقا دکتری که مال رام هرمز میره و به اصطلاح کمک میکنه و اینها با 50-60 تا دکتر دیگه، و فیلم آقای چیز رو هم میذارم. میگه شاهین فاتحی شده رفیق شهرام، با هم برنامه اجرا کردن و کلی ایران رو آزاد کردن. آقا شهرام همایون داره از دست دوستان دیوونه میشه. دیشب یه برنامه گذاشته بود، یه آقای به نام قنبری کرمانشاهی آمده بود به کاوه آهنگری، من با کاوه آهنگری هم مصاحبه کردم قدیما و اینها. بعد آقا اینا همشون حزب دموکرات فلان، حزب مردم فلان، آقا 2 نفرن احتمالاً خودش هست و خانمش، یا خودش هست و دوست دخترش، سر همین ماجرا از اونها جدا میشه، 1 نفرن همشون 1 نفرن، از این آقای خزائی گرفته تا اونایی که سلطنت طلب هستن تا جبهه ملی ایران. مثلا جبهه ملی ایران تهدید میکرد شهرام همایون، چون شما یه خبر عوضی گفتی ما میخواستیم شما رو تحریم کنیم. شهرام همایون میگه آقا این خبره رو این حزبا نوشتن، شما به اونا برو بگو چرا به من میگی. بعد آقای قنبری اومده میگه که این کاوه آهنگری حق نداره از طرف مردم کرد، مردم و ملیت و اینا، اصلا آقا همه شهروندن، این حرفا چیه، همه انسانه. خلاصه دعواشونه سر همون ماجرایی که داستانی بود، میگفت 2 نفر دزد خری دزدیدن، اینا خرم هنوز نیست که بدزدن، این دزدا انقدر احمقن که سر غنیمت بعد از جنگ حالا دارن با هم دعوا میکنن، خودشونو داغون میکنن. در هر صورت آقای قنبری اومده بود به شهرام همایون میگفت تو حق نداری تلویزیون ملی مردمی رو بدی دستون. شهرام همایون عصبانی شده بود که آقا تو کی هستی که به من دستور میدی. همین آقای سهراب چمنارا چند روز پیش به من گفت که آقا این کارو بکن، گفتم آقا تو ما نمیتونی به من بگی چه کار کن، شما برنامه خودتو درست کن، اگه دیدی 3-4 نفر بیشتر بیننده نداری میتونی بگی سوربی فعلا تو مردم تیوی و فیسبوک و اینها هم نشونش بده، من بیننده ها که رسید به 20 میرم سراغ کار خودم، ولی نمیتونی به من بگی بیا اون چیزی رو که من دوست دارم. مگه من دیوانه هستم بیام قانون اساسی مملکتی رو، آقا قانون اساسی آمریکا رو کپی کردن گذاشتن توی لایبریا، ولی ببینید چه گویی ساختن اونجا، کار نمیکنه. تازه همین قانون اساسی آمریکا خودش اشکال پیدا کرده، ربع قرن گذشته، ببین به چه گندی رسیدیم. ما زمانی که جورج بوش اومد تو وایت هاوس گفتم دیگه امیدی به این نیست، به آمریکا. بعد اوباما اومد گفتیم حالا شاید ممکنه یه چیزی بشه، بعد دیدیم نه، یه دوستی حرف خوبی زد گفت این سیاپوستا دیدی این ماشینای کادیلاکو میخرن میرونن و اینا، گفتیم بله، گفت اینا آرزوشون و امیدشون این بوده یک کادیلاک داشته باشن، نه باباشون 3,000 دلار اون زمان داشته نه خودشون 30,000 دلار که بخرن، حالا که ماشین کهنه شده 4 تا نسل سفید پوست از پدر و پسر و نوه و نتیجه راندنش داغون شده و زنگ زده، این سیاه‌پوسته اینو میخره با کمک دوستش درستش میکنه سوارش میشه. گفت آمریکا اینه، این ماشین کادیلاک کهنه داغونه که حالا افتاده دست یه سیاه‌پوست به نام آقای اوباما، این سیاه‌پوسته هم میخواد ادای سفیدپوستا رو در بیاره. باور کنید اگه ازدواج نکرده بود میرم یه زن سفیدپوستی هم میگرفت که به اونا بگه ببین من نه تنها مادرم سفیدپوسته، زنم هم سفیدپوسته، ولی دیگه دیر شده بود. خب زنش میشل بود و اینها، اومد این سر دور زد. آمریکایی‌ها ناراحت شدن که این ماشین کهنه پدر بزرگ ما رو حالا یه سیاه‌پوست خریده، کی بود؟ یه احمق شارلاتانی مثل ترامپ اومد جلو گفت ناراحت نباشید من میرم این ماشین رو میخرم میارم. فکر کردن این ماشین رو بخرن بیارن بزنن تو گاراژ، این همون کادیلاک 1978 مثلا،
آوردن دیدن آقا این پوسیده، این همه چیش خرابه، آمریکا اینه. یادتون باشه این مثال کادیلاک، سفید پوست، سیاه پوست، دوباره سفید پوست. حالا هم که یه آدمی اومده، من پریروز یه جایی بودم، طرف گفت اگه میخوای دو سه ساعت وایسا، امروز جو بایدن میاد اینجا، این هواپیما رو هم گذاشتیم که وقتی این میاد، گفتم این هواپیما میره بالا چیکار من داره. من جو بایدن و اینا رو دیدم، من دو بار با جو بایدن صحبت کردم، یکی تو خونه نمازی، آقای حسن نمازی که همشهریمون بود، یکی هم توی مجلسی بود شب که ما وایساده بودیم، همین آقای چیز اومد بایدن، گفت من هر جا میرم تو هستی، نکنه منو تعقیب میکنی؟ گفتم نه من کار میکنم. بعد گفت حالا چی میخوای؟ گفتم منتظر بارتندرم تا آبجو بگم. گفت من میارم برات میریزم. گفتم نه بابا عجب خجالت کش. آدم بسیار خاکی، آدم بسیار خوبی و میبینید چه کارهایی داره انجام میده. چند روز پیش رفت یه جایی، تولسا میگن که 100 سال پیش اونجا یه جنایتی اتفاق افتاده در مورد سیاه‌پوستا. این اومد گفت آقا هی خاکستر بریزید رو این کثافت، این درست نمیشه، این زخم باید بیاریم یه دکتر این زخم رو نگاه کنه، بشوره، آنتی بیوتیک یا هر چیزی بزنه بهش، ببندتش، پانسمانش کنه، خوب بشه. میخواد به اونا پول بده، میخواد ازشون قدردانی کنه، میخواد تو کتابا اینو بنویسه که چه فاجعه ای انجام شد. و من به نوبه خودم ممنونم از آقای جو بایدن. حالا شما بشین بگو نمیدونم طرفدار جو بایدنه، نه خیر، من طرفدار هیچ کس نیستم، طرفدار اونی هستم که یک کار درست انجام میده. اگه کار درست انجام بده میگم درسته، اگه کار غلط انجام بده میگم غلط. پتیک گفت که باورت میشه که تو آمریکا به آمریکایی‌ها آبجو میدن که بیان واکسن بزنن؟ گفتم بله شنیدم، آبجو میدن، حتی قرار توی آرایشگاه‌ها بهشون یه چیزایی بدن مثلا بشینن اونجا، چون سیاه‌پوستا وقتی هم کاری ندارن میرن آرایشگاه دور هم میشینن حرف میزنن، مثل قهوه‌خونه‌های ایران بود، اینا میرن تو آرایشگاه باربرشاپ. اصلا فیلم هم هست، چند تا فیلم هست راجع به این صحبتایی که توی آرایشگاه میشه، حتما ببینید. و بایدن دیده آقا اینا نمیرن، میره میشینه اونجا صحبت میکنه، گفته ما آدم میفرسیم اونجا بهتون چی بزنه، گفته میره آبجو میخوره، گفته ما میایم میزنیم بعدم بهت یه رسید یه کاغذ میدیم برو آبجو بخر. به بعضی ها جایزه میدن، یه دختر خانمی برنده شد اسکالرشیپ چی بهش میگن، بورسیه برای درس خوندن توی دانشگاه. چند سال، 4 سال که دانشگاه میره، همه مخارجش رو قرعه کشی کردن، این واکسن که زد شمارش برنده شد و یا علی مدد برنده شد. خب از پایین، از خودمون شروع کنیم یا از بالا رنگ بزنیم، از پله ها رو بشوریم بیان. خب و اما چون برنامه ما به قول دوستان واریته است و این پتیکم از من ایراد گرفته که چرا میگی ورایتی، باید بگی ورایتی، میگم آقا جون شما از اینجا برو 90 مایل یعنی 150 کیلومتر که میری پایین، طرف به جای جاده مثلا میگه جده، به راوت میگه روت، میدونی تلفظا عوض میشه. شما حالا انگلیسی ها که صحبت میکنن دیدید، حتی کامپیوترتون از شما میپرسه که این تایپ رایت، این کیبوردتون انگلیسی آمریکایی باشه یا انگلیسی انگلیسی باشه. خیلی به این چیزها گیر ندیم، خودمونو توی تلفظ و این چیزها اسیر نکنیم. همین که شیخی میگه واریته از ایران، سوربی اینجا میگه وریتی، نمیدونم شما اونجا میگی ورایتی، هرچی منظور مهمه، منظورمون بفهمیم، احتیاج نداشته باشیم یه نفر بیاد برامون مار بکشه روی تخته سیاه یا سبز یا سفید. حالا شده دوره ما تخته سیاه بود، وقتی من دبیر بودم تخته سبز شده بود که اون تغییرم نمیدونم چرا از سیاه سبز شده بود. بعد شاید روی سبز با اون گچای رنگی و اینا که مینوشتیم، مخصوصا مال رشته برق، یه سیمپیچی مال موتور هست که سفاز هست، با 3 تا رنگ مختلف میکشیدیم، شاید رو رنگ سبز بهتر بود، پاک کردنش و اینا بهتر از رنگ سفید روی سیاه بود. در هر صورت اینم از این میگه که از زبان من موضوعاتی رو فرمودی، باشه امتیاز عاقلی و بزرگتریتون، من ایدئالگرا و آرمانخواه در مورد پدیده جدید اجتماعی سیاسی نیستم. شرایط کشور ما بین همسایگان چیه؟
جزمندیش که برای تجزیه ایران بودجه میگذارن و وسواس. نه آقا، اونم اونا رو خیلی بزرگ کردن که شما رو بترسونن. ببین همون کاری که ترامپ شارلاتان اینجا انجام داد، آمریکایی‌ها رو از مکزیکیا ترسون که آقا باید دیوار بکشیم و الا این همسایه پایینی ما میاد میخورتتون. حالا خود پدر سوختش رو نگاه کنید. بذارید من اینجا این لباسی رو که ترامپ و خانوادهش درست میکردن، کجا رفت این؟ اجازه بدید. چی شد؟ پسش اینجا باز رفت اونجا. ببینم میتونم بکشم بیارمش اینجا. بعد نگاه کنید دوستان، این یادتونه میگفت باید نمیدونم تکنولوژی و اینایی که از اینجا رفته برگرده اینجا. نگاه کنید این کوته نوشته دونالد جی ترامپ، بعد حالا هرچی کالکشن، بالاش نوشته مید این مکزیکو، 100% هم پشم، شمارش هم این و این. حالا دخترش هم که از چین و اینها چی میابرد، این بچه های زیر سن کار میکردن. آقا جون شما این وحشت رو میآفرینن. ببین اینجا یه کسایی هست بیمه اون بهت میفروشن. تا حالا چند بار اتفاق افتاده من رفتم، داستانی که بهتون میگن همشون یکی، همشون میگن پسر عمه من بیمه نداشت، 40 سالش بود مرد، زنش مجبور شد بره شوهر کنه، شوهره بچه ها رو میزد، حالا تو اگه دلت برای بچت میسوزه بیمه اون بخر. همه ما هم میخریم چون میترسیم. اینجا میگن وحشت بنداز و جنستو بفروش، وحشت بنداز و جنستو غالب کن. همین تفرقه بنداز و حکومت کن یعنی چی؟ بین شما و بحرین و عربستان و عراق و سوریه و اینها تفرقه میندازه حکومت میکنه. بعدم میگیم آقا نگاه کن، خود منم میگم آقا 42 ساله نگاه کن تو حکومتن، یه متر مربع از دست ندادن. خب آقا اینو با آرامش و آسایش و با صلح با دوستان و همسایگانم میتونستن این کارو بکنه. مگه قرار شما شب تا صبح بیدار بشینی که حواست به همسایت باشه که نیاد تو خونت؟ اگه با همسایت خوب باشی، شما یک کلید هم میدی دست همسایت، میگی من اگر صبح نیستم اینجا یه اتفاقی افتاد، شما بیا چراغ رو خاموش کن، کلید برق رو بزن. اینجوری آقا این نیست عزیز من. آقای شیخی یه دفعه بیا تو برنامه ما، میبینم که شما عکست هم زدی، اسمت هم نوشتی، پس ترس و چیزی نداری. منظور توی کعبه و بتخانه بهانه است. نمیدونم در چه رابطه اینو نوشتی آقای اکبر شیرازی، ما نفهمیدیم. حالا برمیگردی به اون اکبر اکبری یا همون اکبر شیرازی میمونی؟ و کلی خندیدم وقتی داستان از مدرسه فرار کردن و رفتن سینما پارامونت و بعد یادم انداختی آقای قزلباش اومده شما رو تو سینما گرفته و اینها. ولی این چیزی که شما نوشتی، ببینید ما بعضی وقتا تنبلی میکنیم، حالا میخوایم برای طرفم طولانی نشه، یه چیزی رو کوتاه که می‌نویسیم تازه باعث میشه اون گیج بشه. مگه من و شما قرارمون این نیست که وقتی یه چیزی می‌نویسیم یا حرفی میزنیم منظورمون رو منتقل کنیم، خودمون رو بذاریم جای اون طرف. ببینیم وقتی من اینو می‌نویسم اون میفهمه منظور من چی بوده. منظور توی کعبه و بتخانه بهانه است. من نمیدونم این در رابطه با چیه، اگه بنویسی ممنون میشم. ولی میخوام بهتون بگم که شما تنها نیستی. نگاه کنید این WTF من به انگلیسی نوشتم، بهتره به فارسی نگم ترجمهش چیه برای خودمه. امروز صبح ساعت 1:19 صبح، چی میشه یعنی نصف شب دیگه، بعد از نصف شب، یه دوستی با اسکایپ برای من نوشته سلام خوبی؟ اصلا وقتی اینو نگاه میکنی اول خندت میگیره، بعد عصبانی میشی که چگونه یه نفر که حتی اسمش رو ننوشته میاد یه چیز اینجوری برای شما مینویسه. خب لابد اون فکر میکنه مثلا من یه بار جی ام رو شنیدم، حالا میدونم کیه. نه آقا، وقتی 20,000 نفر این بر اون بر، خب من دارم جیمی مه، حالا ممکنه همین جی ام باشه، نمیدونم جمشید مهرابیان، ممکنه اون هم جی ام باشه، نکنید قشنگ بنویس آقا من فلانی هستم، بعدم خوبی؟ نه آقا من مریضم دارم میمیرم.
شما ساعت 1:13 صبح، حالا خیلی خوبه که من تمام این سیستمام شب از این اتاق که میرم بیرون خاموش، بلنگو خاموش، اسکایپ خاموش و همه اینا اینجوریه که به اصطلاح من باید باشم تا جواب بدم، نباشم نه زنگش ما را بیدار میکنه نه چیزی. ولی مروت نداریم، انصاف نداریم، فکر دیگران نیستیم. من میخوام زنگ بزنم به کانادا به دوستم، فکر نمی کنم آقا این ونکووره الان که من مثلا 9 صبح دارم زنگ میزنم اون 6 صبح. همین نداشتن انصاف، همین نداشتن محبت، همین مواظب نبودن ما رو به این روز انداخته. دیگران رو به اصطلاح سرزنش نکنیم. بله، ویدیوی رقص کودک که آقای سفر دادور برای من فرستاده، اینو با هم نگاه میکنیم. سفر دادور یک کسیه که چون توی فامیلشون، بله اوکی خیلی هم خوب، آقای نیساری گفته میتونم با شما باشم، پس من اینجا می‌نویسم see you 3 PM. خیلی ممنون، متشکرم که به اصطلاح یه مقداری خودت رو فلکسیبل انجام میدی که ما به اصطلاح بتونیم این کار رو به خوبی انجام بدیم. یه لحظه دوستان اجازه بدین اینجا بیایم و ببینیم که کجا به کجاست آقای سفر دادور. سفر دادور مال شو چیز دسفول هستن و توی اون منطقه بنا به یه دلیلی افراد نابینا زیاد بودن. حالا نمیدونم آبله بوده، چی بوده، هر چی بوده. آقای دادور وقتی میاد اینجا، چون پدر بزرگ خودشم نابینا بوده، یکی از کارهایی که انجام میده میره به اصطلاح به افرادی که احتیاج دارن کمک میکنه و در رابطه با کمک خیلی وسایل ساختن، وسایلی که به اصطلاح کمک میکنه به نابینایان که به وسیله عصاشون بتونن بفهمن کجا هستن، سر چهارراه هستن، سر چراغ خطر هستن. اینها من دیدم تو ایرانم الان توی خیابونا خیلی این جاده‌های باریکی که میکشن برجسته است، نقطه نقطه به اصطلاح که بفهمن افراد نابینا با عصاشون. ضمناً یادتون باشه من یه عکسی انداخته بودم، این عصا اگر سفید باشه که خب میفهمیم یعنی این شخص نابیناست، ولی اگه سفید باشه یه قسمتش قرمز باشه یعنی این شخص ناشنوا هم هست. مثلا اگه داره میره جلو اون ماشین شما داد نزنید که وایسا وایسا، این نمیشنفه، باید بری دستشو بگیری. متاسفانه بعضی از این دوستانی که نابینا هستن یا معلول هستن بعضی وقتا ناراحت میشن اگه شما بخواین کمکشون کنی. اینو اگه یه نفر بیاد یاد من و شما بده چگونه ما از این افراد بپرسیم که من میتونم کمکتون کنم بدون اینکه اونها ناراحت بشن، من ممنون میشم. خب صدای این رو من باز میکنم، بریم سراغ این ویدیو و ببینید این بچه‌ای که یه پا نداره، میبینید اینجا الان یه پا نداره و من ممنونم از آقای سفر دادور که این ویدیو رو با ما شیر کرده. من صدا رو کم میکنم چون ممکنه به خاطر این صدا یقه ما رو یوتیوب بگیره، ولی این رقص رو ببینید. اون کسی که اونجوری نشسته بود حالا ببینید چقدر قشنگ میرقصه. احتمالاً این افغانی هست یا مال تاجیکستانه، ولی مهم نیست، مال هر جایی که باشه همون حرفی که زدم که ما همه شهروندان این جهان هستیم، ما همه انسان هستیم و باید به شکرانه انسان بودنمون به دیگران کمک کنیم. آقای سفر دادور من از شما ممنونم، من آمدم اون جایی که شما و دوستانتون این وسایل رو میسازید، من آمدم دیدم که شما تو خونت چقدر وسیله خریدی و برای ایران میفرستی، من اومدم دیدم که چه پولای خرج میکنی که دیگران رو تشویق کنی، من به نوبه خودم ممنونم. شما راجع به لحجه انگلیسی و آمریکایی صحبت کردین و گفتید منظور رسانیدن منظور است. والا لحجه چیز مهمی نیست، در این رابطه من این شعر را نوشتم. دمت گرم، ممنونم. خود شما که تو آلمان هستین یه جایی میگه ایش، یه جایی میری مونیخ بهت میگه ایخ، و خیلی ممنون. پس اون
منظور توی کعبه و بتخانه بهانه است، منظور ایشون این بوده. ممنونم از توضیحی که دادید آقای همشهری عزیزمون. میگه که حتما میفرمایید بیشتر رادیو تلویزیون ها رضای مزارزی که پرچم شیر خورشید میگذارن صحبت عرب پرستی یا عرب پرستی آخوند میکنن، واقعا از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کمک نمیشن، از آقای رضا پهلوی تا فرقه رجوی و دیگرانی که شخص شما مطلعید. ببینید آقا من که نمیدونم، یعنی شما فکر کنید هر کسی رفته 3 دلار یه پرچمی خریده اینجا گذاشته، این یه کشور عربی بهش پول داده؟ شما مطمئنی؟ شما آدم با دینی هستی؟ حاضری قسم بخوری که اون طرف چون یه پرچم گذاشته اینجا از این اون پول گرفته؟ من حاضر نیست، چون مطمئن نیستم، شک دارم، این کار نمی کنم. بعد اگر هر کشور عربی به هر کسی پول بده که پرچم رو بذارن، باور کن همه ماها 6-7 پرچم میذاشتیم از این ورور پول میگرفتیم، از من گرفته تا دیگران. آقا نیست اینجوری که اینا میگن، نیست. همین آقای همایون که الان میگه این ایران اینترنشنال از عربا پول میگیره، بی بی سی این فلان نمیدونم اون فلان بیسار، خودش اگه یه کسی بیاد، همین آقای نوریزاده، آقای همایون ازش ناراحت شده بود که چرا آقا وقتی رفتی تلویزیون باز کردی نیومدی به اصطلاح از این تلویزیون استفاده کنی. به این سادگی نیست. خیلی ممنون، متشکرم. دوستان عزیز، ساعت 2:58 بعد از ظهر به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا و شرق آمریکا نیویورک هست. واشنگتن چون دو تا داریم، یکی شهره یکیش استیت هست به اصطلاح سیاتل واشنگتن، که اونو مجبوریم بگیم نیویورک. نیویورک دیگه دوتا نیست، شرق آمریکا. کسی به ایرانی پول نمیده، همشون مفتن. بفرما آقای کاووسی، آقای کاووسی خدا وکیلی اگر یه کسی یه جایی پیدا شد بتونه از آخوندا، از سفارت، از عربا، از سفارتشون، از دولت آمریکا پول بگیره، من تا حالا گفتم 25% 25% برای اون، 25% برای شما، 50% برای من، بگیرید بیان. خب دیدیم دیگه، همین داور و اون محمد صحت و آقای حقا و نمیدونم اینا همه رفتن، خبری نبود. آقای ضیا بلند شد اومد خود من را استخدام کرد، 600 دلار برم فیلم بگیرم، فکر کرد حالا میاد اینجا یه پولی بهش میدم، پول که ندادن، هیچی، پول منم خورد. آقای ضیا آتاباد شما به من 600 دلار بدهکاری. دیگه حالا آقای محمد چه شاهی هم نیستش، میدون شاهی بود کی بود که بگه آقا ولش کن این نمیدونم سرطان گرفته فلان، آقا بدهکاری بدهکار. دمت گرم. دقیقاً. خب خیلی ممنون. در بولتن اخبار استخبارات کشورهای عربی آمده بود و خیلی آنها در گذشته رسانه‌ای شد. خب شما اینو داشته باش، کشور عرب میاد پول میده به اینا، بعدم خودشون توی بولتن‌های استخبارات وزارت اطلاعاتشون مینویسن. اوکی، ساعت 3 شد، بریم سراغ آقای نیساری ببینیم که آقای نیساری عزیز بگیر آقا کی بود، گربه بود رد شد چی بود. خب توی فیلم های زوم و اینا خیلی ها گربه هاشون بچه هاشون اینا میان رد میشن میرن، دستشون میخوره به لیوان آبی و اینها. خب اینم هیچ اشکالی نداره، برنامه زنده یکی از خوبیاش همینه که طرف اونجاست، شما هر اتفاقی که میفته میبینه، البته ناگفته نماند. آقای نیساری تصویرت رفت عزیزم، مثلا خانمه رفته بود دوش گرفته بود بعد اومده بود بیرون، بیچاره نمیدونست که دوربینش روشنه و تصویرش افتاده بوده اونجا و اینها. خلاصه اینم آقای نیساری که امروز ما رو بردن در اتاق و از محل کار و اینها رفتیم بیرون. خیلی ممنونم. اجازه بدید من تصویر آقای نیساری عزیز رو هم بدم به شما اینجا. و آقای نیساری الان که داریم به انتخابات نزدیک میشیم، خیلی ها میان حرف میزنن، خیلی شلوغ پلوغ شده، نمیدونم هنوز شما تو کلاب
کلاب هاوس رفتی یا نه، ندیدمت اونجا، ولی کلاب هاوس شده یک به اصطلاح جای دیگه برای این دروغ پردازی ها و قلو و فلان اینها. شما کلن نظرتون چیه و چی فکر میکنید این انتخاباتی که بیشتر به انتصابات میمونه؟ 7 نفر را آمدن انتخاب کردن، مثل بچه‌ای که نمیدونه چی براش خوبه، اونها به عنوان پدر و مادر میگن که تو یا این یا این. حالا آیا پدر بزرگی پیدا میشه یواشکی به مردم به اصطلاح آزادی و انتخابات درست بده؟ من ساکت میشم. بازم ازتون تشکر میکنم که اون ساعت 3:30 رو شما قبول کردید که ساعت 3 با ما باشید. خیلی ممنون. بفرمایید. سپاس از شما. میرسه؟ بله عزیزم، بفرمایید. بسیار عالی. مثل اینکه صدا من، اگه صداتون چیز میشه، مال موقعی که صحبت نمیکنین صدا پیچش پیدا میکنه، صحبت کنید درست میشه. بفرمایید. بسیار عالی. با سپاس از وقتی که من دادید، با درود بر شما و میهمانان گرامی، با درود بر هم میهنانی که این برنامه رو نگاه میکنند، با درود بر استادانی که به من درس زندگی آموختند، با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست و صورت آنها را به گرمی میبوسم. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی، سرباز میهنم ایران در خدمت مردم ایران. ببینید گرامی، مسئله این هست که اون روزی در سال 1357 که رای گیری شد، من به این رژیم رای منفی دادم و هرگز دیگه به اونها هم در هیچ انتخاباتی شرکت نکردم و رای ندادم. اصولا اشتباه هست که کسی بره به یک رژیم اجنبی و یک رژیم دست نشانده و یک رژیمی که نوکر به اصطلاح اربابان بیگانه هست وارد بشه و رای بده یا رای نده. اصلا چجوری بگم، اصلا در هیچ قاموسی همچین چیزی درست نیست که این بار باشه یا دفعات پیش باشه. ولی ما داریم در رابطه با مردمی صحبت میکنیم، مردم خودمون که من هم جز اون هستم، که به اصطلاح جز فریب خوردگان هستیم و در حقیقت در سال 1357 نیرنگ بسیار بزرگی اینها به ما و مردم ما زدن و اون این بود که شخصی رو که بسیار عقب افتاده و واپسگرا و به لحاظ فکری و روحی و به هر ترتیبی که بگید از همه واپسگرا بود و همون جور که خودش هم گفت با نیرنگ و به اصطلاح تقیه اومد بر سر کار و بعد دست شروع کرد به کشتار به مردم، در حقیقت اون کسایی رو که شاه نتونسته بود بکشه به دلایلی، ایشون شروع کرد به کشتار و سیستم اون در 42 سال گذشته از حرکت نایستاده. در حقیقت مدافعین اجنبی در ایران همین رژیم هست. بنابراین چه ما رأی بدیم چه ندیم، این سیستم سعی میکنه و خودش رو بر سر پا نگه داره و به ترتیبی کنترل از دستش در نره. حالا به مرور زمان، البته به مرور زمان، تونسته آزادی ها رو یکی پس از دیگری سرکوب کنه، از بین ببره، فشار رو بیشتر بکنه و حلقه به اصطلاح محاصره مردم رو تنگتر بکنه. بسیار منظم حرکت کرده در 42 سال گذشته، نه به این دلیل که عقلش میرسه، بلکه اربابی که در بالای سر این نشسته و اتاق فکری که پشت سر اینها نشسته میدونن که چه احمقهایی رو و چه واموندهایی رو و چه واپسگراهایی رو و چه بیمرزهایی رو و مغز فندقیهایی رو بایستی سر کار بیارن بگذارن که بدونن اینها هیچ کاری از دستشون بر نمیاد مگر خرید و فروش. یعنی اگر لازم بشه ناموس و مال و منال مردم ایران رو اینها بیان و بکشن، یاد ستد کنن، ولی نگذارن که ایرانی در علم و اندیشه و نمیدونم تمدن و هر چیزی که بوی به اصطلاح پیشرفت میده از خودش نشانی بده. بنابراین اینا در 42 سال گذشته این کار رو کردن و این حلقه رو هم روز به روز تنگتر کردن. تفاوت ما در جنبش ایران بانان با دیگر سازمان ها در همین هست که ما دشمن رو میشناسیم، ما ماهیت این رژیم رو میشناسیم. ببینید این رژیم الان به اصطلاح انتخابات گذاشته، توی انتخابات تعداد کسانی رو که انتخاب میکنن کم کرده، میدونه که مردم مغزشون به کار افتاده و مردم از شرکت در این به اصطلاح انتخابات ناراضی هستن. پس از گذشت 42 سال اربابان اینها هم فهمیدن که آقا مردم دیگه اون شمه‌شون باز شده
و علارغم به اصطلاح اینی که اپوزیسیون در بسیاری موارد با دیگر اختلاف داره و حاضر به ائتلاف نیست، ولی میبینید که در به ویژه در 3-4 ماه گذشته در رابطه با این انتخابات همه در یک راستا و اونم تحریم انتخابات شرکت کردن. اجنبی اینها رو میدونه و حلقه رو تنگتر میکنه، ولی به مرور زمان که ما میریم جلو دستکش ها رو بیشتر در میاره و اون چنگال های خونالودش رو بیشتر نشون خواهد داد. ما در جنبش ایران بانان این شک به این نداریم و برای همین هست که برعکس دیگران و برعکس دیگر سازمان ها میگیم آقا جون مسئله مسئله تحریم نیست، مسئله مسئله براندازی عملگرانه و فعالانه بر علیه این رژیم است. وگرنه که این به اصطلاح انتخابات هم میاد، اینها یک چیزی نزدیک 1 میلیون به اصطلاح هوادار بسیار نزدیکی به خودشون دارن، 500 هزار تا آخوندها زمانی پالانی ها 300 هزار آخوند بود، 200 هزار هم بهش اضافه شده. اضافه کنید به اینها هر خانواده 2-3 نفر هم بچه داشته باشه، جمع بکنید همه روی هم دیگه، حداقل 1 میلیون میشه. حالا حقوق بگیرای بسیج و سپاه اینها هم که بهش اضافه بکنید شاید به 1.5 میلیون هم برسه. تعداد شهرهای ایران رو شما اگر 10 شهر مهم ایران حساب بکنید، حالا بگید 10 تا 15، اینها میتونن با به اصطلاح هماهنگی با آرایشی که واقعا پول اینها در اختیارشون هست، چیزی جلوشون نیست، نفت و بنزین و نمیدونم به اتوبوس های واحد و غیره هم در اختیار اینهاست، اینها میتونن در 10 تا 15 شهر ایران یک جمعیت 100 تا 150 هزار نفری رو آماده کنن، بیارن توی خیابون‌ها و اینها رای بدن. و تلویزیون صدا و سیما هم که نشون داره که واقعا مردم همیشه گفتن ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما، در حقیقت اونها رو به کار میندازه و شما بسیار از من واردتر هستید توی این کارهای خبرنگاری، تصاویر رو همه از سطح پایین میندازه، خیلی جمعیت کم رو 10 برابر نشون میده. بنابراین مردم اون وقت دلخورده میشن، مردم دلازرده میشن و میگن علارغم این همه تلاش که کردیم، علارغم این همیتی که تمام اپوزیسیون و تمام مردم نشون دادند، متاسفانه هنوز بسیاری احمق‌ها رفتن و به اینها رأی دادن. ولی امکان داره فراموش کنن که آقا اینها همون به اصطلاح خانواده، حالا زمان شاه 1000 فامیل به اینها میگفتن، حالا اینجا بگه خانواده 10000 فامیل، فرق نمی‌کنه، مملکت ایران 85 میلیون هست. بنابراین ما نبایستی درگیر این مسائل بشیم که آقا جون یه درفتن رأی دادن. مطمئن باشید تعداد اونها بیشتر از این جمعیتی که من میگم نیست. حالا امکان داره مثلا در زمان خاتمی 6 میلیون شناسنامه افرادی که مرده بودن در زمانهای قدیم اینها را کشیده بود، آرای اونها را هم جمع کرده بودن، یا وقتی تعداد آرا را جمع میزدید از تعداد جمعیت بیشتر بود. حالا یک ترفند دیگه هم اینا زدن. اینا در حقیقت الانه با همگانه کردن رسانه اینترنتی که یادتون باشه در آبان به اصطلاح همون 2-3 سال پیش چه خرابکاری کردن و همه را قطع کردن، امروز اومدن به هر نفر 6 گیگ به اصطلاح رسانه دادن که اینها بتونن برن اسمشون رو ثبت کنن و پروتکل های پشت این رسانه به این ترتیب است که وقتی که شما وارد میشید، اجنبی و خود همون کسانی که داخل به این کار وارد هستن بسیار راحت کسانی رو که اسم نویسن به عنوان کسانی که در انتخابات شرکت میکنن نام میبره، یعنی میذارتشون تو اون کاتگوری. وقتی که گذاشتشون توی اون، خیلی ها رو که به اصطلاح به خاطر این مسئله اینترنت وارد شدن به عنوان کسانی معرفی میکنن که در انتخابات شرکت کردن. حالا بنابراین مسئله ما مسئله انتخابات نیست، انتخابات اومد و امروز و فردا رفت. مسئله این هست در این انتخاباتی که چه 1 نفر شرکت بکنه، چه 1 میلیون شرکت بکنه، چه 80 میلیون شرکت بکنه، آیا بعد از اون فردای آن روز آیا این رژیم هنوز سر کارش هست یا نه؟ به احتمال ما بله. مادامی که ما نتونیم از پس این رژیم بر بیاییم، مادامی که ما نتونیم شریانهای حیاتی این رژیم رو از کار بیاندازیم، بله این رژیم سر کار هست. بنابراین جنبش ایران بانان میگه آقا جون در کنار بسیار دیگر از سازمانها، و خبر بسیار خوبی هم برای شما دارم و این هست که به این به اصطلاح
درخواست جنبش ایرانبانان در رابطه با حرکت عملگران گرایانه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی چندین سازمان جمهوری خواه پاسخ مثبت دادند و آماده همکاری هستند و ما در حال حاضر با آنها در حال گفتگو هستیم و همکاری هم هستیم در این مورد که هم حال ایران رو بسازیم، هم در به اصطلاح از کار انداختن این رژیم با هم همکاری کنیم، هم آینده ایران رو بسازیم. بنابراین بر خیال باورهای خام به اصطلاح رژیم و اربابان اونها، بله ما ثابت کردیم و ثابت داریم میکنیم که مردم ایران در بزنگاه تاریخ همانند جنبش مشروطه میتونن دور هم جمع بشن و این رژیم رو هم همانند رژیم های مستبد دیگر و دست نشانده دیگر بر کنار بگذارن. فقط تلاش ما این هست که سعی کنیم با کنار گذاشتن اینها از دوباره کلاه تاریخی دیگری سر ما نره، چون مشهور هست خودتون هم میدونید میگن تا سه نشه بازی نشه. ما انقلاب مشروطه رو کردیم و گرفتیم، از دست دادیم به خاطر رضا قلدر بزدل. بعد در به اصطلاح حرکت های دیگر از اون به بعد تا حالا شرکت کردیم، میتونیم بگیم که به اصطلاح درگیری های 1320 و اینها و 1332 میتونیم بگیم اونها هم یکی از همونها بود و بعد 1357 پشت سر هم تلاش کردیم که رژیم ها رو درست کنیم، از بین ببریم و جایگزینش کنیم با رژیم های مردم سالار و متاسفانه به دلایلی که بعضی و به اصطلاح مقدارش به خاطر نفوذ اجنبی و خود فروخته ها هست و این که اونها بسیار سازمانده‌تر از ما هستن، دوم به خاطر این است که متاسفانه در بین ما ایرانی ها تا دلتون بخواد رهبر هست، هر به اصطلاح نخود آشی مدعی رهبری است و برای همین هم هست که ما در جنبش ایرانبانان خودمون رو سرباز میهن اعلام میکنیم، چون بالاخره یک تعداد سرباز هم نیاز هست که در این جنگ و در این آرایش قوا شرکت کنه و بتونه به اصطلاح قدرت رو از چند این مستبدان در بیاره. بنابراین حرکت بایستی بر این اساس باشه که آقا انتخابات چه بشه چه نشه، اینها هر کی رو که بخوان خودشون میارن و همون جوری که ما بارها گفتیم در حقیقت کسانی رو که شاه نتونست بکشه و از بین ببره، وقتی که مشتش در مقابل مردم باز شده بود، اجنبی به این نتیجه رسید که آقا تا دیر نشده و انقلاب به دست مردم نیفتاده، تا مردم فرصت این رو پیدا نکردن که در حقیقت در رابطه با دموکراسی، در رابطه با شیوه به اصطلاح مملکت داری و غیره اظهار نظری کنند، تا به اونجایی نرسیده که به اصطلاح سردمدارانی که هنوز امکان داره زنده باشن و در زندان‌ها باشن و یا در خارج باشن پاشون به ایران نرسیده، بهتر از یک جایگزین آماده کرده و تحویل مردم بدیم که مسئلهش خمینی بود و دیگران. در حال حاضر مسئله به همون سادگی نیست. در حال حاضر مسئله بسیار بغرنج شده. بسیاری از کسانی که در زمان شاه میزیستند و اون سیستم رو دیده بودند و نوکرمنشی شاه رو، که یادتون باشه 50% تولیدات اسلحه آمریکا رو شاه می‌خرید، 50%، میدونید در رادخانه آمریکا چه سرمایه سنگینی بایستی صرفین بشه، بعد سرباز ایرانی باید میرفت برای اونها میجنگید، ضمناً اسلحه‌ای رو که سرباز خود ایرانی از پول ایرانی ایشون رفته بود خریده بود و در ایران به اصطلاح انبار کرده بود، اون وقت افسران بیگانه میومدن از ایران به عنوان یک مقر استفاده میکردن، همون وسایل که مال ایران بود برمیشن میبردن و در ویتنام و جاهای دیگه باش میجنگیدن. حالا کاری نداریم، اون رو ما از کار برکنار کردیم. این بار متفاوت هست. این بار اینها گیر کردن. سازمان هایی که موجود هست در ایران که امکان داره به وسیله اونها بتونن مردم رو فریب بدن روز به روز کمتر شدن. تعداد نه به این دلیل که خودشون کمتر شدن، به این دلیل که از زمان شاه و زمان این رژیم انسان‌هایی مثل من هنوز زنده هستند. هنوز هستند کسانی که هم گذشته رو دیدن، هم این رو دیدن، هم برای آینده نظرات مثبتی دارن. هنوز هستند کسانی که از نیاکان به اصطلاح زمان مشروطه باقی ماندن. هنوز هستند کسانی که فراموش نکردن و تاریخ رو میدونن که ما انقلاب مشروطه رو انجام دادیم و شیخ فضل‌الله نوری و به اصطلاح رؤسای مذهبی رو به بالای دار کشیدیم. هنوز هستند کسانی که میدونن با آخوند به جز چوبه های به اصطلاح تیرهای چراغ برق کار دیگری نمیشه کرد. بنابراین اینا گیر کردن و به نظر من مسئله انتخابات میاد و میگذره و اینها سیستم داعشی رو که از همون زمان به اصطلاح سر کار اومدن خمینی، در حقیقت اینها اولین دانش داعش درون
خاورمیانه اینها بودن. فراموش نکنید همان گونه که داعش سوریه مردم رو از به اصطلاح ساختمان‌های چند طبقه پایین پرت می‌کرد، مشخصا نگاه بکنید به اصطلاح ویدیوها رو می‌بینید که همین‌ها، همین آقای قالیباف و دیگران هم دانشجوها رو می‌گرفتن و از طبقه‌های پنجم ششم ساختمان به همان ترتیب پرتاب می‌کردن، انسان‌سوزی می‌کردن به زنان و به اصطلاح فرزندان ما در زندان‌ها. هنوز که هنوز هست تجاوز می‌کنن و هنوز که هنوز هست به اصطلاح اعدام می‌کنن. بنابراین اینها به همین سادگی از میدان در برو نیستند و مسئله اینها مسئله انتخابات نیست. اینها وقتی که لازم شد، حتی اگر لازم شد، میان اعلام میکنن که آقا تا به حال جمهوری اسلامی بوده، از این به بعد حکومت اسلامی خواهد بود. اینها در حقیقت از همان روز اول حکومت اسلامی رو اعلام کردند. یکی از دلایل مخالفت من با اینها اتفاقا بر سر همین بود، چون جمهوری با واژه اسلامی اصلا به اصطلاح قابل چیز برداشت درست نیست، دو چیز بسیار متفاوت هست. بنابراین حکومت اینها از روز اول حکومت اسلامی بوده، ولی به مرور زمان خواهیم دید، روزی خواهد رسید اگر ما مردم ایران در مقابل اینها نیستیم، اگر ما شریانهای حیاتی اینها رو قطع نکنیم، روزی خواهد رسید که اینها اعلام خواهند کرد رئیس جمهور آینده در فلان سال فلان کسک خواهد بود. این هم لیست کسانی که 4 سال به 4 سال خواهند آمد و رئیس جمهور خواهند بود و به مرور زمان اون رئیس جمهور هم کنار خواهد رفت و ولایت فقیه خواهد شد به اصطلاح امام زمان حکومت اسلام. ولی این خواب رو ما در حقیقت بر اونها تیر و تار خواهیم کرد و در مقابل اینها خواهیم ایستاد و این رژیم رو هرچی زودتر بایستی به اصطلاح از کار بیندازیم. از کار انداختن اینها، بله، شرکت نکردن در انتخابات بسیار جالب است، به شرط اینکه حواسمون باشه که آقا ما که شرکت نمی کنیم، اون 1.5 میلیون خائن کارشون رو دارن می کنن. ضمناً وقتی که این انتخابات شد و رفت، ما هنوز با همین بساط این رژیم درگیر هستیم. هر قولی هم که اینها میدن، آمدن و زدن زیرش رو خرابکاری کردن رفتن و بجز تحمیق ما، بجز به اصطلاح شعبده بازی، به قول ما شیرازی ها بجز جی جی بی جی هیچ چیز دیگری نیست. بنابراین باید شریان حیاتی اینها رو قطع کرد. اگر دقت کنید در ویژه در عرض 2 ماه گذشته در جنوب ایران، به ویژه پتروشیمی های به اصطلاح اهواز، خوزستان و حتی در شیراز پتروشیمی های شیراز و غیره، اینها شروع کردن یا به اعتصابات یا در درونش اختلال ایجاد شده و تقریبا از حرکت افتادند و به مرور زمان به اونجایی خواهیم رسید که جاده ها رو هم یک پس از دیگری میبندیم و با به اصطلاح اهرم قیام اقوام، با اهرم پشتیبانی اقوام، با اعتصابات سر تا سری این رژیم رو هرچه زودتر از پا در بیاریم، وضع در آینده ما بهتر خواهد بود. زنده و پیروز. پرسشی هست در اختیار دارم. بسیار ممنونم. شما از این صحبت کردین که متاسفانه رهبر زیاد داریم، رهرو کم داریم، یا به اصطلاح سرباز کم داریم، همه فرمانده هستن. آقای شاهین فاتحی نوشتن که جناب نیساری، تاریخ به ما میگوید تمام کسانی که با انواع انگ و لقب سازی در حق دیگران بر اریکه تخریب بی در و پیکر ایران آمدند، خودشان دچار همان صفت شدند. همه این کمپوزیسیون خودشان را سرباز میهن اعلام میکنند، اما هنوز نیامده تهدید و پاپوش و انگشان به دوست و دشمن آدم را وادار میکند به همین کفندوز فعلی بسنده کند. آیا وقت آن نیست که به جای تخدیش دیگران و این پالانیست و آن افساریست و آن یکی هم چه و چه هست، برنامه قابل اجرای خودتان را ارائه کنید؟ اتفاقا من میخواستم به شما بگم، این که شما گفتید خبر خوب میدم که چند تا از این سازمان ها اعلام کردن که به ما میپیوندن. ببینید آقای نیساری، ما در 20 سال گذشته شاهد بودیم که چندین بار از اون شورایی که آقای پهلوی و دیگران درست کردن در فرانسه، که همون روز اول سر انتخابات و تقلب با هم نساختن و شوراهای دیگه و نمیدونم جبه های دیگه، همه گفتن میان، وقتی آمدن تو همون نشست های اول یکی یکی جا
جدا شدن. یه برنامه هم هست به شما پیشنهاد میکنم حتما ببینید، یه آقای از جبهه ملی ایران با آقای همایون به اصطلاح یقه همدیگر رو گرفتن که چرا شما گفتی ما رفتیم در نشستی که اون سازمان الاهواز شرکت کرده بودیم و اینها. این چیزی که شما میگید بله خبر خوبی هست، ولی آیا واقعا اجرا میشه؟ ضمناً نظرتون درباره این که آقای شاهین فاتحی میگه نباید به دیگران انگ زد و باید از برنامه‌های خودمون صحبت کنیم تا اگر کسی جذب میشه جذب برنامه‌های ما باشه شده باشه، نه جذب این که به فلانی اینو گفتیم به فلانی اونو گفتیم. نظرتون در این مورد چیه؟ ببینید صحبت اینشون در بعضی موارد درست هست، در بعضی موارد هم درست نیست. هیچ چیزی 100% مطلقا درست نیست، هیچ چیزی هم 100% مطلقا خراب نیست. بحث بسیاری از این پالانی ها و به ویژه اسلامی ها، من به اینها میگم سپاهیان اسلام، پالانی اسلام پناه، آخوند به اصطلاح اسلام پناه و مجاهده اسلام پناه لچکسر، این سه میخوان ماها رو بکنن چهار پایگان اسلام. بنابراین شما این رو یک در یک به اصطلاح کفه ترازو بگذارید و فراموش نکنید که گردو گرد است اما هر گردی گردو نیست. بعد بایستی بیاید نگاه کنید ببینید که آقا جون این کفن دزدی که الان سر کار هست کارش درست هست یا غلط هست. مسلما همه نظر به این خواهند داد که این کفن دزد کارش درست نیست، ایشون هم نظرش همین هست. حالا بحث بر سر این است که کفن دزد بعدی آیا کفن دزد است به قول ایشون یا اینکه نه امکان داره که سازمان های درستی هم باشن. ببینید ما آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اولا جنبش ایران بانان برای خودش منشور داره و اون منشور رو راحت نوشته. خب حالا میان بحث میکنن که آقا این منشور رو که نوشته خمینی هم منشور داشت، خمینی هم قبل از انقلاب هزار طرح میزد و بعدش میومد و میگفت که زد زیرش، یا اینکه خود مثلا همین حاج پسر رضا پالانی ایشون هم اومده به مرور زمان یک روز میگه که روشنفکرا بزنسمن هستن، یک روز در مدینه میگفته میگه که آقا دموکراسی برای همه محترم است، پادشاهی خوب نیست، جمهوری خواهی خوب است، بعد پادشاه طلبای یا سلطنت طلبای به شمله میکنن، در میاد میگه خیر حاضر هست اگر ملت بپذیرن به شاهی هم برگرده و فلان. اینا همش حرف است. آن چیزی که مهم هست و اینها نمیگن و ما میگیم این هست، اگر انگی میخواید به ما بزنید رو این بزنید. حکومت مردم سالار، حکومتی که مردم در درونش تعیین کننده قانون هستند، حکومتی که حافظ منافع مردم هست. ما در حقیقت میگیم که رهبریت نه از آن یک شخص بلکه از آن مردم هست. ما میگیم مردم بایستی بدونن بتوانند بدون دسترسی، بدون دستاویز شدن به خونریزی، بدون دستاویز شدن به اسلحه، رهبریت مملکت رو، دولت، قانون و هر کسی که میخواد بدون دستیازی به اسلحه بتونن تعویض کنن با صلح و آرامش. هیچ کدوم اونها این رو نمیگن. هر کدوم اونها وقتی حرف میزنن میگن آقا ریاست جمهوری منظورشون ریاست جمهوری مادام العمر هست، میگن سلطنت منظورشون سلطنت موروثی هست. بنابراین مسلماً تفاوت هست بین من که میگم آقا جون سرباز میهن هستم و رهبریت از آن مردم هست و بنده رهبر نیستم، با اون کسی که میاد ادعا میکنه که خیر رهبرم هست. شما تا حالا کی شنیدید که آقای رضا پالانی، آقای شاهین فاتحی، تا حالا شما کی شنیدید که آقای حاج پسر رضا پالانی در بیاد بگه که دیگه دست از سلطنت کشیده، دست از جمهوری خواهی کشیده و اونم به عنوان یک نفر و یک شهروند حاضر است در رای گیری شرکت کنه. مردم سالار هستن، سیستم در درون حکومت سیستم تعویضی هست که میشه جمهوری و بچسبه به این مسئله جمهوری. تا حالا شما که شنیدید که ایشون در بیاد به سلطنت طلبه های مغز فندقیش به من میگید انگ هست، ولی آقای شاهین فاتحی شما تا حالا که شنیدید که اوشون در بیاد به مغز فندقی های مغز پسته های به اصلاح مغز فندقی هاش بگه آقا جون توهین به مردم نکنید، فحاشی نکنید. بله من توهین میکنم به کسی که به
انسانیت و به مردم توهین میکنه. من به اونها میگم مغز فندقی، چون تنها چیزی که از اونها دیدم فحاشی هست و بررسی سیاست نیست. ما سیاستمون رو در درون به اصطلاح جنبش ایران بانان در پی یک منشور بسیار ساده و روشن اونجا گذاشتیم. کسانی هم که به ما میپیوندن حافظ همون هستن. ولی بحث من از صحبت کلام من با شما این است، کدام یک از این سازمان ها همانند شورای مدیریت گذار که من بهش میگم شورای مدیریت کجاست و این انگ نیست، این حقیقت است، کجا حاضر هست بیاد بپذیره تمامیت ارز ایران رو؟ میگه نمیپذیرم. میگه اومده برای من قشقایی، سرزمین قشقایی ها رو در استان فارس در نظر گرفته، غلط کرده، همچین کاری کرده که مرزبندی میکنه بین من و دیگر هموطنانم. بنابراین اینها مسائل ساده ای نیست که شما بگید انگ. این کاملا درست است. ببینید وقتی که من شما رو میبرم به طبیعت، میبرم به طبیعت، طبیعت بسیار خیلی خوب نشون میده زندگی یعنی چی. زمانی که زن و مرد آمیزش میکنن، مرد نزدیک 100,000 اسپرم تولید میکنه، 100,000، اما فقط یکیش هست که وارد میشه و بچه رو تولید میکنه. یعنی شرایط اون چیزی، البته اینجا منظور من یک نفر نیست، اون حالت در سیستم و زندگی مردم ایران ممکنه ده ها گروه تشکیل بشن، ده ها سازمان تشکیل بشن، ده ها گفته های مختلف گفته بشه، اما یک گفته، یک ایده، یک سیستم هست که میتونه ماها رو، ایران رو، به مرز کشورهای غربی و کشورهای پیشرفته برسونه. همه اینها وقتی باشون صحبت میکنی و میگی آقا جون نمیدونم حاج محمد رضا پارانی فلان غلط رو کرد و فلان غلط رو کرد و رضا قلدر بزدل در مقابل مردم قلدر بود، قلدر بود، ولی به محض اینکه ارتش بیگانه وارد شد یک بزدلی بیش نبود، که این انگ نیست، این حقیقت تاریخی است. کما اینکه ارتش ایران رو منحل کرد در از یک روز، غلط کرد که ارتش ایران رو منحل کرد. اون سلاح رو اگر به دست ما اقوام ایرانی سپرده بود و از ما نگرفته بود و سرداران ما رو نکشته بود با کمک اجنبی، ما در مقابل همون اجنبی میستادیم و خوردش میکردیم، کما اینکه بارها شکستش داده بودیم در جنوب. بنابراین اینها عین نیست، اینها مسائل تاریخی است، شما اینها رو بایستی در نظر بگیریم. بنابراین مردم سالاری، آینده نگری، اینها مسائل بسیار مهمی است. ما اینها رو به سادگی نگرفتیم. هر کسی آزاد هست بیاد به من فرزاد نیساری هر انگی میخواد ببنده، مادامی که اون انگی که به من میبنده دروغ نباشه. ببینید من در اومدم میگم که آقا جون مسلمان که این حکومت سیستم اسلامی هست در درون زندان ها داره به زنها و دخترهای ما تجاوز میکنه، بعد اونها رو اعدام میکنه، این انگ نیست، این حقیقت تاریخی است. من دارم میگم در زمان شاه در سواک انگشت کسی رو که میخواست حفظ دموکراسی و آزادی بکنه ناخونهاشو میکشیدن، این انگ نیست، اینا حقیقت تاریخی است. اگر من این رو از فرزندان خودم، از ملت خودم پنهان بکنم، که خب من احمق بیش نیستم. شما مسئله رو ساده گرفتید، شما فکر میکنید که برای پیروزی، برای به وجود آوردن بچه بایستی 10 تا اسپرم من، اون 100,000 تا اسپرم من بایستی دست به یکی بکنن و برن وارد تخمه به اصطلاح زن بشن تا این بچه تولید بشه. نخیر، یک ایده هست که از همه سرورتر و بالاتر و مشخصتر هست و اون ایده این هست که ما مردم ایران این رو بفهمیم و اون به اصطلاح کسانی و اون کسانی که مدعی هستن که در حقیقت خدمتگزار مردم هستن، در حقیقت حامی منافع مردم هستن، اونها بایستی نشون بدن که آقا جون مردم ایران قدرت دست شماست، قانونگذار شما هستید و در این قانونگذاری بایستی حافظ منافع همه من جمله اقلیت ها باشید. نمیشه مثل زمان شاه یک روز بیاد از باهایی ها دفاع کنه، بعد فردا صبحش ما رو که دانش آموزان دبیرستان ها هستیم، مدارس خصوصی هستیم، وادر صبح ها یک ساعت زودتر بیایم که در به اصطلاح جلسات اسلامی ضد باهایی شرکت بکنیم، یا این که ضد یهودی شرکت بکنه، یا این که کلنگ بده دست تیمسال بره محفلشون رو خراب کنه. آقای نیساری ازتون خواهش کنم یکم کوتاه‌تر پاسخ بدین، چون دوستان سوال دارن یا نظر دارن. آقای اکبر شیرازی همشهری عزیزمون نوشته که آقای نیساری مشکل ما این است که هیچکی هیچ کس رو قبول نداره و میگن اگر غیر از من فکر کنی کارتون اشتباه است. آقای شاهین فاطمی
باز نوشتن که درباره منشور، من هم منشور دارم جناب نیساری، ام کلسوم هم منشور دارد، ما فرغون فرغون منشور داریم، از منشور آب برق مجانی تا منشور اتحاد و همگرایی سازمانهایی که بعد از 42 سال مجموعه تمامشان 42 نفر نیست. شما از رأی صحبت میکنید، از جمهوریت، آیا مفهوم جمهوریت را میدانید؟ خیلی خلاصه لطف کنید بفرمایید. من یک انسان بسیار بی سواد، یک انسان تحصیل نکرده، من بیشتر توی پشت کوه زندگی کردم، هیچ کشوری رو در دنیا ندیدم، سفر به جایی نکردم. من اهل به اصطلاح یک ده هستم به نام کتاسفس که واقعا نام یک ده هست در استان فارس، نمیدونم شما اسمش شنیدید یا نه. من اهل یک ده هستم. بله، کجا بود آقای نیساری؟ من یادمه ولی یادم نیست کجای شیراز بود و همیشه به عنوان مسخره میگفتن. بله، ولی یک دهی به نام کتاسفس هست. بله. و دقیقا الان یادم نمیاد، ولی من اهل یک دستراش دهی هستم به نام کتاسفس و یک خرسوار بیشتر نیستم. همیشه هم زیر شکم خر خوابیدم چون جای دیگری سرپناهی نداشتم، بنابراین من فرد بسیار بی‌سوادی هستم. آی فاطمی، شما که این چیزها رو میدونید، شما که به اصطلاح این همه منشورهای گوناگون رو حتی در رابطه با این مسائلی که به اصطلاح من همش حرف و بر بیراه هست، یعنی در حقیقت حرفای بیهوده هست، ولی شما که این همه منشورها رو میشناسید، چرا ملغمه ای از این منشورها رو با هم یکی نمی کنید که به ماها که بی سواد هستیم یک چیزی یاد بدید؟ من برمیگردم به گفته همشهریمون اکبر جان. ایشون بسیار درست میگن. ببینید، تفاوت ما در جنبش ایرانبانان با بقیه سازمان‌ها در همینه. ما میگیم که آقا جون، ما به خاطر اینکه جنبش ایرانبانان هست، به خاطر اینکه ایرانبان هستیم، به خاطر اینکه حافظ منافع ایران هستیم، ما دفاع میکنیم از کسانی که علارغم داشتن ایده اختلاف با ما، چجوری این کار رو بکنیم، چجوری اون کار رو بکنیم، اما برای حداقل‌های مبارزه میکنن. تمامیت، حفظ تمامیت ارضی ایران. شما هیچ وطن پرستی رو، هیچ میهن پرستی رو در ایران پیدا نمی کنید که بگه آقا جون حاضر هست مملکت شقه بشه و بیگانه برش حکومت بکنه. این مسئله بسیار مهمی هست. آزادی بیان، آزادی اندیشه، برابری زن و مرد، نه تنها حق داشتن تحصیل رایگان از زمان به اصطلاح کودکی تا بالاترین درجه دانشگاهی و فلان اینها، گرفتن امکانات بیکاری، داشتن به اصطلاح بیمارستان و به اصطلاح امکانات پزشکی، کدام آدمی هست که با اینا مخالفت کنه؟ اگر مخالفت میکنه یک جای کارش ایراد داره. هر سازمان، هر جنبشی با تحت هر نامی و تحت هر به اصطلاح سازه‌ای که داشته باشه، جنبش ایرانبانان برخلاف دیگر سازمان‌ها از اون سازمان‌ها دفاع می‌کنه. بنابراین سازمان ما برعکس سازمان‌های دیگر بحثش این نیست که اگر با من نباشی بر من هستی. خیر، میگه آقا جون اگر با مردم ایران نیستی بر من هستی، اگر با مردم ایران هستی و این آرو می‌خوای به اصطلاح به سرمنزل مقصود برسانی، اگر می‌خوای بچه‌های ایران دیگه گرسنه نباشن، دست توی آشغالدونی نکنن برای غذا، آقا شاهین فاتحی حتما منشوری هم در رابطه با خوردن غذا در روی زباله‌دان‌های رژیم جمهوری اسلامی حتما یک کسی نوشته بنویسه. ولی اگر اون کسایی هستن، این صحبت همشهری ما اکبر جان بسیار درست هست. سازمان ما اونجوری نیست. ما دفاع میکنیم. به نام مثال میزنم. مثلا سازمان همین آقای لادن. درست؟ آقای لادن یکی دو مرتبه شما ازشون پرسیدید که آیا شما با آقای فرزاد نیساری موافق هستید یا نه؟ ایشون گفتن خیر، اندیشانشون با اندیشه من متفاوت است. ولی ما با کسانی مثل ایشون که به مردم ایران آگاهی میرسونن، در حقیقت باز میکنن مسائل درون ایران رو، هم احترام میگذاریم، هم ازشون دفاع میکنیم. میخواد ایشون از ما دفاع بکنه، میخواد از ما دفاع نکنه. از احزاب و سازمانهایی هستن که برای منافع ایران دارن حرکت میکنن، بخوان و نخوان، چه بپذیرن چه نپذیرن، ما از اونها دفاع میکنیم و برای اونها هیچ حرکتی نمیکنیم. انگ زدن رو وقتی که پیش میکشن دو تیپ پیش میکشن. یکی اون کسانی که سلطنت طلبه هستند و به خاطر خیانت هایی که رژیم گذشته کرده و اینها میخوان اینها رو پنهان کنن، از ما
دلنگران هستن و ناراحتن، یکی اسلام پناهان هستن برای اینکه مذهبی، برای اینکه مذهبی. یادتون میاد آقای سروی یک زمانی چند نفر از همین مجاهدین و غیره به من حمله میکردن که آقا ایشون خان قشقایی نیست، ایشون نمیدونم کسی نیست، ما رفتیم اینجا ها رو گشتیم پیدا کردیم اصلا ایشون موجود نیست. یادتون میاد؟ بله. خب این حمله و اینا که همیشه هست. یه دوستی به من میگفت تو حتی شیرازی نیستی، گفتم بله. خب حالا اگه شیرازی باشم چه مزایایی شاملم میشه، اگه نباشم چی شاملم میشه؟ حتی یک نفر اومده بود گفته بود که من در سن 19 سالگی کار وکالت، دفتر وکالت داشتم در شیراز و سر بسیاری از مردم رو کلاه گذاشتم. همون بنده دانشگاه نرفته وکیل شده بودم به قول ایشون. میخوام این رو بگم آیستوروی که درست چند ماه بعد از اون ما گذاشتیم در همون جاهایی که ایشون میگفتن ما هیچ کس ما رو نمیشناسه، در همون جایی که اینها مدعی بودن که مردم ایران به اصطلاح شیعه بسیار سنگینی هستن و حاضر نیستن دست از اسلام بکشن، قرآن ها رو بیارن و پخش و بریزن دور مثل کثافت و دور ویدیو هم ازش گرفتن و پخشم کردن. بنابراین مردم به همین سادگی دور کسی جمع نمیشن مگر اینکه اعتماد کنن. البته همون فیلم ها هم گفتن قرآن ها پاکستانی بوده. در اصل آقای نیساری شما چرا یه برنامه نمیذارین که خودتون بتونید با دوستان گفت و شنودی داشته باشین؟ میدونم بعضی ها میگن این کلکل کردن و یکی اون بگه هیچ کرا از اعتقادش به اصطلاح عوض نمی کنه، ولی بعضی وقتا به نظر من مؤثره. ضمن دیدم دوستان برنامه هایی دارن، اسامی رو که می نویسن اسم شما داخلش نبود. من از طریق فیسبوک با شما تماس میگیرم، بعضی از نوشته های فیسبوک شما به هر دلیلی نمیدونم دسیسه ای در کار هست یا نه ان اویلیبل میشه یا چرا نمیدونم. در اصل اینا رو یکم چیز کنیم و شما سعی کنید تمام تخم مرغ ها رو توی بسکت نذارید، از به اصطلاح جاهای مختلف، پلتفرم های مختلف با مردم در تماس باشید. شما شاهد بودید که دیگه حتی رئیس جمهور آمریکا رو فیسبوک و توییتر وقتی خواستن به اصطلاح قطعش کردن. شما خودتون حتی یه وبسایتی، یه بلاگی، یه چیزی داشته باشین با مردم در تماس باشین. من ممنونم از شما. یه وقتی بذاریم یه دو ساعتی با هم کلکل کنیم. سپاسگزارم، حتما در خدمتتون هستم و امیدوارم که دوستانم از من دلگیر نشده باشن به خاطر انگی که به حاج پسر رضا پالانی و خانواده رضا قلدر بزدل زدم و یا اونهایی که به اصطلاح اسلام پناه هستند و من به اصطلاح قرآنشون رو افشا کردم. بسیار ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. شما نگفتید که تو فیسبوک هنوز بودید یا نبودید یا بله. ببخشید منظورم کلاب هاوس بود. ببخشید کلاب هاوس. ببینید آیسوربی، در حال حاضر کار ما این است که در ایران کار فعالیت عملی داریم میکنیم و کلاب هاوس به نظر من یک جایی هست که بایستی نشست و فقط حرف زد. آها، ویستینگ تایم. بسیار ممنون. به اصطلاح برنامه‌ای مثل برنامه‌های شما هست به نظر من بسیار مفیدتر هست که من بیام اینجا صحبتی بکنم تا اینکه برم توی کلاب هاوس. بسیار ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم باز هم شما رو داشته باشیم در زمانهای بیشتری به اصطلاح. خیلی ممنون آقای نیساری که با ما بودید. مرسی. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم. من صفحه فیسبوک ایشون رو در حین برنامه نشون دادم. حدود 20 دقیقه به پایان برنامه من مونده. من میخوام 18 دقیقه و 30 ثانیه‌اش رو تقدیم کنم به آقای شاهین با این کار قشنگی که انجام داده. لطفاً تماشا کنید و نظرتون رو هم به من بگید. اجازه بدید که من این رو بیارم اینجا و نشون بدم. آها، متاسفانه این صفحه امروز نمیدونم چرا ویدیوی به اصطلاح ویدیوها رو هم دیدید، اون ویدیو اون آقا رو که خواستم نشون بدم خیلی کج و موجش کرد. حالا اینجا بازش میکنم، دارم آقای شاهین خان رو اینجا و از این آقا شاهین همینجوری که میبینی تصویرتم به قول آمریکایی‌ها میرور شده یا مثل آینه است، برعکس. من اینو بیارم اینجا،
اینم راه داره میتونی درستش کنی. بذارید دوستان تمام صفحه شما رو به اصطلاح انحصار بدم به آقای شاهین غلام رضایی بودی نه؟ پیر شدیم آقا شاهین. بله آقای شاهین غلام رضایی فامیل بهترین دوستای ما اینجا. پس با هم ببینید، لطف کنید نظرتون رو درباره ویدیوهای ایشون، صحبتای ایشون رو هم بنویسید. خیلی ممنون که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش، با امید فردای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی. اومدم با قسمت چهارم میکسر. بریم و برگردیم براتون یه داستان تعریف کنیم. بچه سلام، خوبین؟ آقا دیگه ما اومدیم یه چیزی بگیم و بریم. این دختر ما صبح که بیدار میشه سخت و مثل آدم دو رو بروز بگه حرف بزن. این دختر ما صبح که بیدار میشه کارتون برده.